برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. گروه طالبان در ادامه محدودیت علیه زنان، حضور آنان در پارک ملی بند امیر در استان بامیان را منع کردند. پیش از این گروه طالبان با فرمانهای مشابه حضور زنان در بسیاری مشاغل دولتی و غیر دولتی افغانستان را از آنان گرفتند. این گروه همچنین دروازه دانشگاه‌ها و مکاتب دوره متوسطه عالی را بستند. ورزش زنان، استفاده آنان از پارک ها، سفر بدون محرم، فعالیت سیاسی و مدنی و حضور زنان در اجتماع نیز ممنوع شده است. نهادهای حقوق بشری معتبر جهان وضع این محدودیت ها را مصداق جداسازی جنسیتی خوانده و از سازمان ملل و کشورهای جهان خواستند آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسند. کتاب ارزشمند جلوه از سیاست نبوی توسط مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مرکز نشر آثار آیت الله العظمی صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا به چاپ رسید. این کتاب مشروح بیانات معظم الله در جمع عزاداران نبوی در 28 صفرالاحزان 1444 است. کتاب جلوه از سیاست نبوی به زبان فارسی و در 5000 نسخه در قطع جیبی به چاپ رسیده است. عراق از موضع دولت دانمارک در جرم‌انگاری اهانت به قرآن کریم تقدیر کرد. فؤاد حسین، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق، از موضع دولت دانمارک و ارائه لایحه برای جرم‌انگاری آتش زدن قرآن کریم و اهانت به کتب آسمانی تقدیر کرد. وی گفته این اقدام میتواند جایگاه و حرمت کتب آسمانی که نزد جوامع بسیاری در جهان مقدس است حفظ کند. دو روز پیش وزیر دادگستری دانمارک از طرح قانون منع سوزاندن قرآن و فرستادن آن به پارلمان جهت تصویب خبر داد.